رفیقای گرامی، سلام بر شما. در هر جای از این دنیا که قرار دارید، امیدوار هستم بهروز و شادکام باشید. سفر ملا برادر و ملا یعقوب به مسکو درس کرد. ما فکر میکنم که ملا یعقوب و ملا برادر در مسکو به خاطر یک نوع شنیدن یا ابلاغ اخطار از جانب مقامات روسی اونجا احضار شدن. با توجه به تهدیدهایی که از طرف افغانستان هست، ملا یعقوب تهدید سریع و کشورهای آسیا میانه کرده بود که سرحدات روسیه حساب میشه و همزمان از این انکشافات با وخامت اوضاع در جبهه جنگی احتمالی بین روسیه و اوکراین که غرب و روسیه را در برابر هم قرار داده. تصور مایز کنار خواستن که متوجه باشین که از این استقامت کدام غلط نکنید. در ضمن استفاده سیاسی هم میبرن و شماری از چهره‌های از جنبش مقاومت هم اونجا دعوت شدن تا گرشه و مشورت های صورت بدن که به نظر ما حاصلش صفر خواهد بود. چون جبهه مقاومت چیزی در دسترس ندارد تا به عنوان چنه زدن در مذاکرات سیاسی مطرح بکنن. اما نتیجه را میگیره که در تهران گرفتن از متقی. امیدوار هستم که اشتباه تکرار نشد، اما یک چیز یادآوری بکنم که به دلیل بعض مسائلی که در جنبش مقاومت به وجود آمده، موقف امرالله صالح نسبت به گذشته بلندتر رفته و به نظر میرسه که تعاملات در جریان است و ما جزئیاتش در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد کردم. اما در این برنامه یک نکته را خدمت شما عرض میکنم که شاید شما شوک شوید یا شاید برای شما اهمیتی نداشته باشه، جز مسائل معمول دیپلماسی و سیاست بازی فکر بکنید. دو هفته پیش در ابوظبی یکی از ارکان ارشد مقامات ملی با اشرف غنی دیدار کرده است. البته خبر غیر رسمی است، هیچ جانب حاضر به تایید از این نمی شوند در این قسم موارد، اما میره به خاطر برای شما میگم که شما حق دارین از مسائل کشور و رویدادهایی که اتفاق می افته آگاه باشین. این اتفاق باور نکردنی است. من روی مصلحت‌های و تعهدی که به جبهه مقاومت از نظر فکری و اخلاقی دارم نام کسی را افشا نمی کنم، اما در اطراف از او خدمت شما صحبت های می کنم. این دیدار مخفی حداقل دو بار صورت گرفته و میانجی هایی هم که اینجا بوده مغوره فعلا مناسب نیست که معرفی بکنیم. وقتی میانجی رو معرفی کردیم اصل نفر هم معلوم میشه. خب شخصا در این مرحله من مسئولیت معرفی مذاکره کننده را به عهده نمیگیرم، اما ایره به عنوان هشدار این خبرش به طور کلن به سمع شما رساندم. چرا مخاطب من معمولا رهبران جوان، اندیشمندان و کسانی که غیر وابسته هستند به تنظیم ها، به دزدا، به غارتگرا، به خائنان ملی که در رژیم ها هر چه دستشان آمد انجام دادن. او خاطر این نسل با نگرش های پاکش من نمیخوایم که در حاشیه ابهام قرار بود. از این قضیه اکثریت قاطی جبهه مقاومت خبر ندارن و موضوعی است بالاتر از باور نکردن. چیزی مثل سفر ملا برادر ملا یعقوب یا سفر امرالله صالح و روسیه به می اندازه باور نکردنی است. اما چون بازی بزرگ جدید در اطراف افغانستان در حال آغاز شدن است، این چیزا از این باد
اتفاق خواهد افتاد و ما چیزهای بیشتر بالاتر از این مسائل شاید خواهد بودیم. فعلا این مسائل باور نکردنش به مصلحت است، چرا که قصر نو بنیاد اعتماد نسل نو مردم که امید بستن به یک نقطه فرو میریزه. این هم ملاقات ها به شدت ممنوع است، اما ما ممکن است که دیر یا زود از جای لیک شود. ممکن است در این مسائل یک بازی فراتر از توانایی های یک عقل عادی در جریان باشد، چیزایی در جریان باشد که ما نمیدانیم که قطعاً چنین است، چرا که در دنیای سیاست هر چیز مجاز است. حال وضعیت به حد حساس است که با یک اقدام نسنجیده بدون مشورت و یک نوع شخصی بازی میشه که نسل جوان ضد استبداد و تروریسم که از افغانستان تا اروپا و امریکا و هند و ایران اینا صف هستن و حاضر به یک مبارزه آزادی بخش میشوند، بسیار شوک دهنده، دل سرد کننده و حتی انگیزه را ضعیف میسازد. این مسائل وقتی که مطرح میشه خبر از یک بحران داخلی میده که البته جایزه دادن به طالب است. یک نوع بازگشت اشرف غنی را به اصطلاح کمپاین میشه که چیزی برای بازگشتن هم نیست، اما او آدم با تمام سفارت ها با تمام وزیرای خود در ارتباط است، تلفنی گپ میزنه، احتمال وقوع حوادث خنده‌آورتر باید دور از تصور ندانه. اما جبهه مقاومت در وضعیتی است که در حرکت خود ممکن است، در حرکتش روی پل صلات ممکن است و ساحل نجات بیفتند، ممکن است در آتش بیفتند. منظور از ارتکاب اشتباه فاحش سیاسی است. لابد در ذهن همه ما این سوال نقش می‌بندد که چرا احتمال وقوع ملاقات با یک برگ سوخته مثل اشرف غنی وجود داشته باشد. جوابش من شخصا اگه برای شما بتونم ایست که در افغانستان همه چیز امکان دارد، همچنانه که در زندگی همه چیز امکان دارد. آیا شما سوالی براتون پیدا نشده که چرا در هفته‌های اخیر انتقادها بالای جبهه مقاومت در حال افزایش است؟ این انتقادات از طرف شخصیت‌های مستقل، برومند، دارای هدف، چیرای دانشمند، جوان، متعهد و دور از معامله است. اینی آدم ها نسبت به جبهه مقاومت و کارکردهای مرموز، خاموش و بینشانیشان انتقادهایی را مطرح میکنند که البته شما را زیاده هم با مخالفت برمیخیزند که این البته امری طبیعی است، اما بیشتر وقتی که آدم تمام این انعکاسات را میخواند متوجه میشه که مردم ما چقدر از اصل قضیه دور هستند. این ملاقات های غیر قابل باور و افزایش انتقادات از جبهه مقاومت با هم رابطه دارند، در یک نقطه با هم میایند. ما برای شما گفته نمیتونم در کدام نقطه میایند، ایره فقط روی عقربه زمان سوار کنیم آیستا آیستا روشن خواهد شد. یک علتش ایست که نشانه ای از تثبیت موقعیت نظامی تا حال دیده نشده. زمستان است، سختی است، اکمالات بسیار و سختی میشه، هرچند اکمالات آل بیشتر است، منظمتر است. یعنی در هر حال چون طالب همه جا را در دست داره تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی مشکلتر است. یکی از علتهایی که انتقادات هم برمیخیزد یک علتش امی است. علت دیگه از نظر من ای است که از یک پارچگی و اجماع در جبهه مقاومت خبری نیست. این کلیدی ترین مسئله است. همه منتظرند که معجزه رخ بده یا دستی از خارج دراز شود. همینطور نیست؟ شما چه فکر میکنید؟ رهبری جنبش آزادی بخش در یک شرایط نامساعد،
دردناک و با ابزار و سلاح انشالله پیش میره، امانگی وجود ندارد و تقریبا با برخی از قوانین خانوادگی هم سر و کله میزند. این مسئله را ما به عنوان یک آسیب شناسی مطرح میکنیم. هر جنبش در ابتدای خود که هم در جنگ است هم برای نجات کشور به جنگ است، این چیزا طبیعی است. یادتان نره کسایی که مبارزه میکنن، کسایی که شعار میدین، تعهد دارین، مبارزه یک چیز بسیار تلخ است. گفتنش آسان است، در میدان در آمدن و از همه چیز گذشتن بسیار قلب بزرگ، تعهد بسیار قدرتمند کار داره. رنجبار است. در ره منزل لیلا چه خطرهاست بجا؟ شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. پیش از این که در ایران داخل میشی تمام این رنج ها را پیش بین باشی، آماده باشی. مبارزه چیزی از طاقت شکن. در جوانی که آدم می باشد متوجه نمیشه هر چیز از دست آدم می آید، اما پسان که متوجه میشی او من بخیر تصادفی زنده برآمدم از کارهایی که من کردم. چیزی که دیگه در مبارزه ضرور از ریاضت است. تا زمانی که اثبات معجزه و ایستادگی در درون آدم ها پدید نیاید، یک جبهه به سامان نمی رسد. برام شما به این ترتیب من می خواهم اشاره بکنم به چرا جبهه مقاومت با مشکلات مواجه است. آدم های دارای اینی صفات که پذیرش به اصطلاح حاضر و پذیرش اینی چیزا باشه بسیار کم معلوم بشه. چرا؟ ما باید از سقوط کابل و از سقوط پنجشیر دیگه همه چیز آموخته باشیم. بازگویی داستان سقوط دیگه در اینجا مناسب نیست. در ملاقاتایی که با غنی انجام میشه که اخیراً اسدالله خالد اونا رابطه دارن، در این مسائل امریکا شامل است، اجازه امریکا گرفته میشه، امارات کسایی که با غنی باید ملاقات بکنن با سفارت امریکا مشوره میکنند، ناممکن است که نکند. غنی امانت امریکایی هست، امارات از طرف انگلیس، امریکا و اسرائیل هدایت میشه. اینال هر چیزی که از نظر سیاسی در اوجه اتفاق می افتاد شما می توانید قیاس بکنید که سرش با کجاست. از 1/3 از دیپلمات ها، 3/4 چی که همه دیپلمات ها و اطمار و غنی فشار انداختن که ما خب به سرنوشت شدیم، شما چی قمار زدین؟ نه معاش هست، نه نظم زندگی هست، نه رسمیات هست، ای چی؟ دیپلمات ها تقریبا همیشان یتیم شدن. به همین خاطر یک رشته تماس های سیاسی بین دیپلمات ها، بین حلقات مختلف، بین کسایی که پایشان از افغانستان کنده شده در مهاجرت، چیزا در جریان است. با کشورهای خارجی، با کشورهای میزبان. چرا غنی از غار خود به صحنه نمیه، بیرون نمیشه؟ به خاطر که اجازه نداره. او تابع یک رشته شرایط و قواعدی است که باید مطابق پروگرام امریکا و امارات تماسای خود تنظیم بکند. مصاحبه اخیرش با یک جنرال انگلیسی خود ما شنیدیم، او همین رقم تنظیم شده بود. خب آیا کسی که با غنی مذاکره می کند چه محاسبه دارد؟ حتما این سوال در ذهن شما انتو پخته آمده که جبهه مقاومت اگر قرار باشه با اینا مذاکره کرده باشه فایدیش چیز؟ یادتان است که در مصاحبه ما حفیظ منصور هیچگاه غنی را محکوم نکرد، همسویی نشان داد، تار داد، پس باید چیزایی باشه. اما یک نکته
من از طرف خود خدمت شما عرض می کنم که در بازی بزرگ جدید که حال آغاز شده، که هم جنگ است، هم سیاست است، هم معامله است، هر کثافتی که شما در ذهنتان بیای وجود داره. در این بازی با قطعه سوختی مثل غنی کسی و جایی نمی رسد. اول باید یک نیروی حاضر در میدان، نیروی جنگ، جبهه، بار همه چیز روی شانه برداره تا صاحب جبهه با یک وزن، با یک اقتدار، با یک اعتبار با اتاق تعامل و مذاکره وارد شود. چون این چیزی در مذاکرات تهران با متقی اتفاق افتاد، نتیجهش هم دیدیم. اما آیا در فکر شما نمیه که ممکن است در تعامل جدید یک ماموریت و جبهه مقاومت سپرده شده باشد یا بسپارند؟ امریکایی ها، فرانسوی ها، اتحادیه اروپا کلن در امیتو یک زدوبنده قرار گرفتند که تماس با غنی در قسم موارد زیاد باز عجیب جلوه نمی کند. اما هیچ کس نمی دانه که در چی چوکات بر اساس چی طرح و پروگرامی ایره، هیچ کس نمی دانه. اتاقای عملیاتی و اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ این رازها را به مطبوعات نمی گوید. فقط با قدرت تحلیل می تانه و تجربه که ما از جنگ و تعامل در کشور خود داریم می تانیم چیزهایی را احساس کنیم و حدس بزنیم. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ شاید شما بگوید که بله، چطور ممکن نیست؟ جبهه مقاومت یک تنها نیروی است که در برابر طالبان استاده است و تنها نیروی است که جنگ رهبری خواهد کرد به خاطر بازپسگیری افغانستان از پاکستان. این در لفظ درست است. ما منتظر ظرفیت، دیپلماسی و قدرت رهبری سیاسی باشیم که در جبهه شکل بگیرد. ما از امیال خدمت شما عرض کردیم که انتقادات و ایرادا در حال افزایش است. انتقادات البته زمینه داره. چرا؟ هیچ موضع رسمی از سوی جبهه مقاومت در ارتباط با وقایع مهمی که در افغانستان و در کارکردهای طالبان اتفاق میفته وجود ندارد. اصلا یک دفتر اطلاع رسانی و واکنش سیاسی آنلاین و آماده در دسترس وجود نداره. ممکن است شما بگوید که علی میثم نظری، صبغت احمدی، خب درست، اینا یک نام هستن. شما چی شنیدین از اینا؟ کشور در چی حالت است؟ در چی وضعیت است؟ طالب هر عملش هر روز خبرساز است. از نظر سیاسی یک بام خبری است. علی میثم نظری میره از کوروش گپ میزنه. متوجه هستیم که ما چی میگم؟ پروگرام مبارزه مکتوب باید وجود داشته باشد. منشور سیاسی و جنگی. خب بیشتر از این، البته ما مسائل تحلیل میکنیم، زیادتر فشار نمیدیم. علی میثم نظری، صبغت احمدی جدا از هم، مثل که در دو اقلیم، در دو به اصطلاح گستره فکری خیا مطالبات سیاسی از همدیگر قرار دارن و گپای علایده میزنن. او هم روی مسائل غیر مهم در همین نشست اسلو شما واکنشی را از طرف جبهه ضد طالبان، جبهه ضد تروریسم، جبهه نجات افغانستان که خود صاحب افغانستان میگیره، صاحب مدنیت افغانستان، صاحب فرهنگ افغانستان و غیر از خدا خاموش، شما از امی آقایانی که من نام گرفتم، شما چیزی شنیدین؟ مرجع با اعتماد اطلاع رسانی باید ایجاد شود. اینا را اهمال و فروگذاشت در این مسائل اشتباه سیاسی است. اشتباه سیاسی ارتکابش آسان است، جبرانش بسیار وقت گیر است. چه کسی از شما میداند که شورای رهبری جبهه مقاومت در کجاست؟ کیست و مشغول چیکار هستند؟ اینا را وقتی که جوان ها انتقاد میکنن، استفسار میکنن، یه خود زمینه داره.
همه چیز باید بر اصل مشورت، اجماع و تصمیم گروهی پیش برود. در غیر از او جدایی میارم. تصمیم های انفرادی مشکلزا است. نسل نو نگاه بسیار دقیق دارد. اینا تحصیل یافته هستند. سنشان 20 تا 30 است. تجربهشان از 100 سال زیاد است. حادثه دیده هستند. رنگ دیده هستند. دنیا را بهتر درک میکنند نسبت به نسل دور جهاد. اینا را دست کم نگیره کسی. ما همیشه یک گپ میزنیم و بعدا شما حقیقتش خواب دیدیم. با این شکل مبارزه نمیشه که مجموع الجزایر خاموش، انفرادی، چند نفری، خوردن، خوابیدن، تلفن زدن، سرگرمی و فیسبوک دیدن، انتقادهای سیاسیون و شخصیت های جوان بیهوده و اتفاقی نیست. افغانستان از دست رفته برای فعلا. نظام نابود شده. ساختارهای مدنی متلاشی شده. مردم زیر ساطور تروریسم قرار دارن. یک چوکات جهنمی را به نام شریعت خودشان آوردن بالای مردم تطبیق میکنن. بالای مردم رو برسنن. مردم منتظر یک نیروی تغییر دهنده هستن. به نظر شما نیروی تغییر دهنده چی است؟ نیروی تغییر دهنده اول ما بر شما میگم. اول نیروی جوان است. قدرت عملیاتی و فکری جوان است. رهبرای جوان، شخصیت‌ها در هر جایی که هستیم. در اروپا، در امریکا، در افغانستان، در هر جایی که هستیم قدرت اصلی تغییر دهنده نیروی جوان است. بعد از او نیروی نظامی است. که این نیروی نظامی هم به وسیله قدرت‌های جسور، شخصیت‌های دلاور و با تعهد باید رهبری شود. ایره به خاطر ما میگم که شما یک بار با سقوطایی که یعنی 5 ماه عقب ما شما شاهد بودیم، این سقوطا دست کی بود؟ از دست محافظه‌کارای نسل تاریخ زده بود که نه دانش داشت نه درد، فقط یک هنر داشت که چنگ و دندان میانداخت و پول میانداخت. اینا قدرت تغییر دهنده نیستن. حالا جنگ در چندین محور پیش میره. به خاطر نجات است. سوالی است که رهبری مدیریت نیروهای جنگ در دست کی باشه؟ مدیریت سیاسی در دست کی باشه؟ این انفرادی نیست. این یک اصل جمعی است. مدیریت فرهنگ و تبلیغات و رسانه و دیپلماسی در دست کی باید باشه؟ از کدام جوان دعوت شده است در این رابطه؟ خب شما شاید بگوین که فعلا همه چیز در هم و بر هم است تا معلوم شود که زمستان بگذره و یک مقدار فضا باز شود. خب درست، اما این بانه نمیشه. در اتاق هم شما باشین همه این چیزها تدوین میشه، از نظر فکری مرتب میشه به عنوان یک تر، یک اساسنامه و نقشه را. شما دیدین کدام چیزی را؟ از دیپلماسی های ناکام باید پرهیز شود. از دیپلماسی های مصلحتی خطرناک است. اشرف غنی بعد از این روی فرش سرخ در هیچ جای دنیا را نخواهد رفت. افغانستان او بعد از خود رسید. همه خبر شما میگم. در چیزی که ما شما میفهمیم اشرف غنی ها رو میشناسیم، او به هدف خود رسید. حالا بحران ای طرف انداخته و جبهه مقامات یک موقعی نداد که بحران رهبری، بحران سیاسی، بحران تشکیلاتی و بحران ساختارسازی را سرش غلبه بکنه. وقت نداد، غافلگیرش کرد از نظر جنگی. اولش بحران رهبری باید برطرف شود. یکی از عوارضهای بحران رهبری فقدان اجماع است. در لحظات شکست، در شکست ها معمولا هر کس خودش شاخدار میگیره. هیچ کس به کسی تن نمیده. نظم برهم میخورده باشد همه کس میگه که
دیگر را غلط کردن، بد بودن، ما خوب است. فقدان اجماع همه را نابود میکنه. مگر ما از سقوط پنشیر و کابل چه درس گرفتیم؟ تنها بررسی و تدوین درس های سقوط پنشیر و کابل برای گشایش راه مبارزه در آینده و خاطر بازپسگیری افغانستان بسیار اگر امر کلیدی است. تنها امی تجربیات وقتی که سرش اتکا میشه امی کافی است. نسل جوانی کار بکنه، تحقیقات کنه، دیگه منتظر کس نباشین، منتظر احمد ولی، منتظر احمد ضیا که یکیش مثلا لطیف نظری رو معاون خود بگیره که حالی طالب شده، زد معاون لطیف نظری حالی طالب شده، دیگهش معاون 24 ساعته گل آقای شیرزای شده، حالی شیرزای هم طالب است. میبینین اشتباهات سیاسی، یونس قانونی معاون اتمر شده بود، دیدین که اتمر کشور با کجا بردن؟ این معاونین عبدالله را بگید و این خود عبدالله را بگید. بنان دنبال اون نسل نروید، خلاص شد، تمام شد. در بازی بزرگ جدید اونا به درد افغانستان، به درد کشورهای سر که جنگ تمویل میکنن به دردشان نمیخواد. چرا؟ اونا دیگه نفر ندارن، کسی از او اطاعت نمیکنه. شما اطاعت میکنه؟ آه شما بکنین اونا باز بازارشان گرم است. اطلاعات وجود داره، ایره باید سریع به مردم برسه که نظر روسیه، هند و ایران نسبت به ظرفیت و توان اثرگذار جبهه مقاومت در عرصه سیاسی و نظامی در حال تغییر است. تغییر منفی. ممکن است به اصطلاح از اینا تیر نشند چون دیگه رای نیست، اما این چون یک تغییر است. خود بالا آمدن امرالله در نظر شما دلیلش چی است؟ امرالله که تمامی پلهای عقبی را در پشت خود تخریب کرده بود. قدرت های بازیگر انتخاب خود را می کنند. قدرت رزمی و قدرت دیپلماسی و قدرت سازماندهی باید ایجاد شود. این کار فقط جوان ها می دانند. او مردم فقط جوانای متخصص با انگیزه قاطع و متحدی کار میکنند. اگر جبهه مقاومت یعنی می تو یک تشکیلات قوی متشکل از جوانای از کادرای جوان مشورت دهنده و با مطالعه و خاطره درست نکنه، شکست میخوره. در کمیته رهبری باید جوان ها حضور داشته باشن، اکثریت قاطش. خود احمد مسعود نماینده جوان هاست، اما این آدم ها تمامی کسایی که در تمامی رژیما اینا بودن و در تمامی شکست و ریخت هم مسئول هستن، مسئولیت تمامی سقوط ها هم به دوش دارن، در اطرافش این آدم ماسره کردن. به این دوره میراثخواری اگر به موقع پاسخ داده نشه، پاسخ به اصطلاح یعنی پایان داده نشه، حوادث میه که باز خودش پاسخ خواهد داد. بسیار ساده، از احمد ولی، ضیاء مسعود، مارشال فهیم و دودمان استاد ربانی شما چی میاموزین؟ باید بیاموزین که اینا در دوره 20 ساله بسیار چیزا میاموزین. اینا در امی 20 سال کلک ششم رژیمای نیابتی بودن، کلک ششم، بازوش هم نه، اما میگفتن که این نظام از ماست. خیلی نظام از شما بود چی شد؟ نظام از شما نبود، شما یک جز کوچک و اصلا پیوندی اون نظام بودین. نظام دیگه کس بود؟ خیلی نظام از شما بود. اردو چی شد؟ پلیس چی شد؟ نظام چی شد؟ کابل چرا به این شکل سقوط کردی؟ اینقدر مردم با عزت
امروز در چه حال هستید؟ زنا را چی برخورده میکنن؟ وحشتناک. خیلی شما چی آموختین؟ نظام خواهد شما بود. از این گپا دیگه تیر شوین. طالب این نسلی را که من بر شما گفتم دیگه جدی نمیگیره. طالب کی را جدی میگیره؟ اینمی تفنگ به دستا، تفنگ به دستای با اراده و مصممه. قلم های قوی، زبان های گویا و سایبر و افراد سایبر فکره. اینا را دشمن طالب اینا هستند. هر قدر که گروه های دیگه با طالب یک پیشنهاد میکنن، یک تفاهم جنگ مذاکره است، طالب هیچ علاقه نداره. میگه شما خلاص هستند. من از تو چی به دست بیارم؟ تو کی همه چیز از دست دادی؟ خبرش میگه کل جای رو گرفتم، تو خودت آمدی صلاحیتم تسلیم کردی که آمدی در کابل در سایه من، نامتان قماندان بود، قماندان فلانی خان، از برکت ترحم من این کشیدی خودگاه ایران رفتی، این رفتی، ترکیه رفتی، امارات رفتی، دیگه یار جدی نمیگیره. نیاییم سر یک نکته دیگه که جبهه مقاومت سیاست خود درست تدوین بکند. یک پایشان به تهران است، یک پایشان به دوشنبه، یک آنتن فعال است به امریکا، یک آنتن دیگه به طرف اروپا. هیچ معلوم نیست که فکر منسجم و مرکزی سیاسی از اینا چی است. با این شکل باخت بسیار سهل الوقوع است. خود جمع کنید، شما در حوزه روسیه و ایران اقامت دارین، فکر خود و اصطلاح بازی خود به نفع امریکا میخواین بکنه، این ناممکن است. این شما رو پارچه پارچه میکنه. اگر از نظر سیاسی ضعیف شدین، فرماندهان و گروه های وسیع جنگجویانی که در از کابل تا آمو آماده پیکار هستن نسبت به شما مشکوک میشن. شما انتخاب امریکا نیستین. در استراتژی و سیاست آسیایی امریکا شما انتخاب نیستین. همین 20 سال را قلم 30 سال اخیر هم از همین یک چیزی شما را مختانده باشد. شما انتخاب امریکا در تعیین سیاست های اساسی نیستین. انتخاب امریکا طالب است، پاکستان است. اگر هیچ گپ ما را قبول نمی کنین، تمام بیانیه های شادروان احمد شاه مسعود اثر یک بار بشنوین. قدرت های بزرگی در اطراف افغانستان است که امریکا دیگه با اونا بازی کرده نمیتونه. بد رقم شکست خورد، فرار کرد. شما رو وسیله ساخته میتونه اما با قیمت استخوان شکنی. شما سیاست راهبردی خود درست تنظیم بکنید. خب ما گپای خود رو میزنیم. امرالله صالح حال آیسته است از آشه و متن میه. و این نشان میده که یک مقدار در چارچوب جنبش مقاومت باز بحران زیاد میشه. این که شما تازه این تو ریسمانی نیست که شما را به اصطلاح از چای بلک واتر بیرون بکشه. یک دفعه در چا افتیدین خود بلک واتر هم شما را نمیکشه، چون برش مهم نمیباشی. با وعدای دروغین امریکا باور نکنین. هرچند ظاهراً بین روسیه و امریکا تفاهم‌های ناگفته و اعلام ناشده وجود دارد. مثلا تیارات می برای اکمالات جبهه مقاومت و هیچ کس مزایم از اون نمیشه. این چیزا تعیین کننده نیست. استراتژی جنگ، سیاست و ساختن آینده را بر اساس روابط با کشورهای اطراف خود تدبین کنید. با آنتن نمیشه روی پا شد. قربانی لبخندهای امریکا خود نسازیم. یک بار قربانی شد امیاله که در کجا هستین، هر جای که هستین، کشور از دستان رفته. امریکا و تروریسم کشور تسلیم کرده. حالا چطور به او وعده و لبخنده باور میکنین؟ چطور؟ حاضر هستین در این رابطه جواب بدین؟ خانه شیشه‌ای درست کرد با هزاران امید، میلیون ها انسان
امید بست، کار کرد. 100,000 نفر جوانای ما جان خود از دست داد. آخرش دیدین که دادش به تروریسم. آل چی گفته دل بستین به وعده های امریکا؟ اگر اهمال بکنین، اگر دیر شوه، ممکن است روسیه و ایران جهت خود تغییر بدن. یعنی به چهره ها را تبدیل میکنن، چهره های با اعتمادتر سر سرمایه گذاری میکنن. چرا این دو کشور امریکا را دیگه نمیمانی جا پایش برسن؟ تخمای آینده سرنوشت در سبد امریکا نمانین. یک اشتباه سیاسی است و ما این از ما گفتن باشد. میبازید چنانچه در این 20 سال باختید. من به یک نکته آخری اشاره میکنم. شورای جنگ. جبهه جنگ در دست جواناست. اما تهاجم اپراتیفی که در پنجشیر ریشه‌دار بود، اجرا شد در سقوط پنجشیر، آل هم به جان تشکیلات سیاسی جبهه مقاومت افتیده. او تهاجم اپراتیفی ادامه دارد. چندین محور، یعنی چندین مفرزه دم رای قطار جبهه مقاومت ملی به اصطلاح کمین کرده است. اگر هوشیاری، دقت، سنجش، کشف اطلاعاتی بسیار هوشمند وجود نداشته باشد، کمین میخورند. او بی‌حسی و به اصطلاح بی‌پروایی اطلاعاتی قبلی دیگر تکرارش شکست کامل است. شورای جنگ این مسائل باید بسیار دقیق در نظر بگیره. این چیزایی که ما گفتم، قماندان های جنگ، جوان ها، اگر صدای مرا میشنوید که پروگرام میشنوید، این می نقطه است. بسیار زیاد مهم است. کانونی اطلاعاتی را بسیار سرش کار بکنید. خودتون تصمیم بگیرید. در موقعاتی که از نظر سیاسی مشکل وجود می داشته باشه، تصمیم با شماست. همیشه وقتی که بحران بالا میه، نظامی هاست که نظم دوباره تامین میکنه. امیدوارستون پیام صحیح گرفته باشین. اجازه ندین که جبهه از بین بره به خاطر اشتباهات سیاسی. قدرت نظامی را با یک نظم عسکری قایم، با یک هوشمندی سیاسی که خودتان دارین، سالها با طالب جنگ کردین، این قدرت را حفظ بکنه. در غیر از او، میلیون ها نفری که چشم به شما داره به خاطر نجات افغانستان مایوس میشن و حادثه دیگه هم ممکن از اتفاق بیفته که گردانهای خود انگیخته از جوانان مبارز که از خارج میان، از داخل، از کشورها شروع به ایجاد تشکیلات میکنن و به جنگ داخل میشن. باز اون وقت نظم به هم میخوره. اونا باز در بند شما نیستن که باش که فلانی خان چی میگه. مسئله مرگ و زندگی است. مسئله هستی افغانستان است. حکم تاریخ همی است که این کشور نسل نو نمیگذاره که راحت از گلوی پاکستان پایان بره. نامش هرچی که میمانن بانن، جنگ قومی میگن، جنگ نمیفهم، هرچی که میگن، این کشور که از پاکستان نیست و از نظر سیاسی و نوع حاکمیت سیاسی عمر تمامیت خواهی و مرکزیت طلبی دیگه به سر رسیده. آخرین نماینده یک حاکمیت تمامیت خواهی خشن بیلگام اینمی طالب است. طالب آخرین سنگر و نماد و تمامیت خواهی است. امی که رفت دیگه تمام است و پایان تاریخ خود میرسد. تمامیت خواهی باید عدالت سیاسی جایش بگیره که نگیره باز جنگ است. تلاش های برای احیای جمهوری که نامش جمهوری، مضمون فکری و تمام شکل و شمایل و فرهنگش از سلطنت مطلقه استبدادی، این دیگه به هیچ کس قابل قبول نیست.
و خوشبختانه طالب در موقعیت قرار ندارد تا تمام سنت های ممنوعه تحمیلی را که از نظر سیاسی وجود داشت حفظ کنه، زنده بکنه، بیمه کنه. خلاص است. راهی است که همگی سر عقل بیان، طرح نو در اندازند.